آمریکا یکی از چند کشوری است که بیشترین اختلاف طبقاتی در آن به چشم می‌خورد. اما همچنان تصویری که از آمریکا در رسانه‌های غربی ارائه می‌شود، در امتداد شعار قدیمی رویای آمریکایی است. علی‌رغم بحران مالی و شکست سیاست‌های اقتصاد سرمایه‌داری، رسانه‌ها تلاش دارند تا تصویر حقیقی جامعه آمریکا کمتر در معرض دید جهان قرار بگیرد. این فیلم به وجهی دیگر از زندگی آمریکایی نزدیک می‌شود که همواره تحت سانسور شدید رسانه‌ای پنهان بوده است. حلبی‌آباد محله‌ای از لس‌آنجلس است، دارای 50 بلوک که در هیچ نقشه‌ای از لس‌آنجلس وجود ندارد. پایین شهر لس‌آنجلس. فرشتگان گم شده. حلبی‌آباد اساساً به طور خلاصه هم خوبه هم بده. حلبی‌آباد کاملاً اونطوری نیست که مردم فکر میکنن. حلبی‌آباد جاییه که مردم اونجا رو اونجوری میکنن. من اینجا چیزایی میبینم که شما هرگز نمیبینین. چیزایی رو تجربه میکنم که اگه بگم میگین اصلا امکان نداره. اینجا سینما نداره. هیچ کتابی پیدا نمیشه. اینجا زندگی واقعی آمریکایی رو تجربه میکنم. قطعاً اینجا شبیه کشورهای جهان سوم. هر شب کتککاری میشه. هر شب دزدی میشه. نمیدونه یه دقیقه دیگه چه بلایی سرت میاد. نه قبضی پرداخت میکنی، نه قسط و کرایه خونه میدی، نه قسط و ماشین میدی، هیچ مسئولیتی نداری. ما اینجا نیستیم چون که بی خانمانیم. ما حتی چیزایی کمتر از خونه هم نداریم. حقیقت اینه که من خودم اونجا بودم. حلبی‌آباد دیگه آخر دنیاست. من به مردم میگم اینجا محله منه. میدونی اینه؟ من اساسا تو هر خیابونی خوابیدم. تو خیابونای اینجا چندین بار خوابیدم. 11,000 نفر زن و مرد خانه هایشان در حلبی‌آباد لس آنجلس است. حدود 2/3 آنها با بیماری های ذهنی اعتیاد یا هر دوی آنها دست و پنجه نرم می کنند. اما اینجا همیشه اینطور نبوده. وقتی که من اومدم به حلبی‌آباد خیلی بیشتر شبیه یه حلبی‌آباد بود تا الان. افراد پیر مست و خمار، افراد مست و خیابونا ول بودن. خیلی وحشتناک بود. اما اونجوری خیلی امن بود چون دست کم اونا اصلا پرخاشگر نبودن. به مدت 100 سال اینجا همیشه جایی بوده که جمعیتی موقتی و زودگذر رو در اون داشتیم. راهنا سر از اینجا در آوردن. تمام صنایع جدیدی که تو کالیفرنیا پدیدار شدن از این شهر بودن. تولیدات صنعت سینما و فیلمسازی، صنعت ساخت و ساز، صنعت فضانوردی. مردم تو حلبی‌آباد سکونت کردن و در یک دوره احتمالاً اواسط دهه 70 لیست بزرگ از این خانه‌های ارزان رو در اینجا داشتیم. اینا رو بهشون میگفتن مسافرخونه‌های ارزان. اما وقتی که سرمایه گذاران بزرگ شروع به نوسازی کردن، مسافرخانه های ارزان همسایه های جدید با اتاقهای شیک در چندین طبقه پیدا کردن. جاهای زیادی وجود ندارد که فاصله طبقاتی بین فقرا و ثروتمندان به اندازه اینجا فاحش و زننده باشد. به اندازه یکی دو ساختمون فاصله بین اون دو تاست و هیچ چیز به اندازه این نوسازی ها فاصله طبقاتی بین این دو محله رو تو حلبی‌آباد بیشتر نمی کنه. و هر روز رو به افزایشه. اینجا الان یه پایین شهر پیشرفته و قشنگه. اون موقع از ما دزدی میکردن و مردم اصلا اینجا نمی آمدن چون که اینجا تمام معتادان به هروئین زندگی میکردن. اینجاها زمینای خاکی و پر از کثافت بود. سطل و آشغالایی که توش آتیش درست میکردن. اینجا سرتون رو میبریدن. مردم از خیابون مین استریت رد نمیشدن. اون موقع به اینجا میگفتن قعر جهنم.
به نسبت اون زمان مردم الان کاملا متفاوته. حلبی آباد و الان به چشم یک زمین تجاری بالقوه میبینن. زمین اینجا فقط برای بعضی ها جالبه، نه همه مردمی که اینجا روی این زمین ها زندگی میکنن. هر کسی که سر از حلبی آباد درآورده داستانی برای گفتن دارند. برای بسیاری از آنها اینجا ایستگاه آخر بوده بعد از آنکه همه چیزشان را از دست دادند. زندگی من قبل از اینکه به حلبی آباد بیام از برخی جهات مثل بقیه مردم بود و از یه نظره دیگه هم کمی متفاوت بود. من تو کمپتون به دنیا آمدم. اونجا با 5 خواهر و برادر بزرگ شدم. وقتی 3 سالم بود پدرم رو از دست دادم. مادرم هم وقتی 14 ساله بودم از دست دادم. اون موقع رفتم به پریس کالیفرنیا. تو دبیرستان یه ورزشکار و دانش آموز خوب بودم. تو دبیرستان در سن 14 سالگی بعد از اینکه مادرم فوت کرد شروع کردم به کشیدن ماریجوانا. میدونین از نظر ورزشی انقدر خوب بودم که بورسیه کامل برای دانشگاه بگیرم، دانشگاه ایالتی آیووا. اونجا قهرمان دو میدانی شدم و حتی تونستم واجد شرایط بشم برای بازی‌های المپیک 84. اونجا من مسابقه دادم و یه مدال نقره گرفتم. تو 18 سالگی یعنی یه سال بعد از دبیرستان بری به المپیک، خب خیلی هیجان انگیز بود، خیلی احساساتی شده بودم. در سال 1988 شروع کردم به امتحان کردن مواد مخدر دیگه. سر از کوکائین در آوردم، کوکائین خالص، و این شد آغاز سفری 20 ساله برای من به عنوان یک معتاد. من همه چیزمو از دست داده بودم، قرارداد تبلیغاتمو از دست داده بودم، خونمو از دست دادم، تمام ثروت و امکانات مالی رو که داشتم از دست دادم و واقعا یه ولگرد خیابانی شده بودم و برای اولین بار تو خیابون خوابیدم. این که تو پیاده رو دراز بکشین، چشاتون رو ببندین و سعی کنین خوابتون ببره، اونم وقتی که تو فضای باز هستین، چیزایی هن که مردم واقعا راجبش حرف نمیزنن. اولین باری که اومدم به حلبی آباد میشه گفت خیلی ترسیده بودم. تعداد زیاد آدمایی که اونجا بودن برام عجیب بود. وقتی میفهمیدم بعضی از افراد از کجا اومده بودن منو شگفت زده میکرد. اورلاندو وارد خودش معتادی بوده که حالا ترک کرده و پاکه. اون برای من مثل یه الگوه. وقتی به این بهزیستی اومدم تونستم با اورلاندو کار کنم. تونستم ببینم که احیا و بازپروری چه فایده ای داره. چون ما کاملا معتقدیم باید به افراد فرصت بدیم که مفید باشن و کار کنن. 60% کارهای اینجا رو شرکت کننده ها به عهده گرفتن. یعنی کسایی که تا 30 روز پیش رو مقوا کنار خیابون خوابیده بودن. خیریه مردمی میدنایت میشن در سال 1914 ساختمان‌های خود را باز کرد. از آن زمان تا به حال هزاران نفر در برنامه درمان اعتیاد مواد و الکل موفق شدند. 244 نفر اینجا در بهزیستی هستند. حالا می‌خوایم بریم جایی که احیای من از اونجا شروع شد. اینجا اقامتگاه بود. وقتی که برای بار اول میاد به خیریه میدنایت میشن، هر کسی که وارد اینجا میشه باید اول از این خوابگاه رد بشه. اینجا رخت خوابم بود، تخت C3. اون بالا رو ببینید که خالیه. وقتی اومدم دقیقا اینجوری بود. من خیلی روی این تخت خواب با خودم فکر کردم. باید تصمیمم رو میگرفتم که میخوام سعی کنم هوشیار و سالم بمونم یا مست و خمار. این که برنامه من چی بوده؟ من واقعا اینجا چی کار میکردم؟ میدونین در سن 41 سالگی میخواین چی کار کنین؟ منظورم اینه که اون موقع برای من دوراهی این بود که یا با سبک زندگی دیگه‌ای پیش میری یا اینکه سعی میکنی برگردی عقب و یه کار متفاوت انجام بدی. هر بار که به قله موفقیتم فکر میکردم میفهمیدم که این سقوط چقدر تحقیرآمیزه. برای اوجی یک کار ساده روزانه راهیست برای ادای دین به محله‌ای که به آن میگوید خانه. وقتی خیابونا رو تمیز میکنید کم کم به این کار اعتیاد پیدا میکنید. همه معتقدن که این کار لازمه. اگه سطل زباله‌های محله‌های قدیمی رو میدیدید که تقریبا تا نزدیک سر آدم ارتفاع داشت میفهمیدید چی میگم. وقتی اون بیرون خیابونا رو تمیز میکنی مردم تو رو میبینن و همیشه بهت میگن ممنون که داری این کار رو میکنی. اینم یه مزیته که مردم بهت بگن متشکرین. اوجی از اینکه میدید شهرداری از نظافت و تمیز کردن حلبی آباد سرباز میزند خسته شده بود. پس خودش وارد عمل شد. یک جارو تهیه کرد و خودش کار نظافت را آغاز کرد. اعضای داوطلبانه او را تقریبا هر روز صبح در خیابان سنت جولیان میتوانید. ای اون جارو را کجا میبری؟ سب کن ببینم. آتا الان وقت شوخی نیست، کلی کار داریم.
فقط بلدین آدم رو اذیت کنین. اذیت! حدود 8 سال فراری بودم تو شهر بوفالوی نیویورک، اما دوباره منو فرستادن اینجا. میدونین همه چیزمو از دست دادم، زنمو، خونمو، همه چیزمو. بعد رفتم سراغ مواد، همه جور موادی. وقتی برای بار آخر زدم بیرون، اومدم حلبی آباد. من کارهای زیادی برای پول در آوردن کردم، دزدی، مواد فروشی، همه کاری. یه زمانی بود که هر چیزی واسه شما تهیه میکردم، اما یکم پول به من میدادین، من میرفتم و هر کاری بود انجامش میدادم. اما حالا بیشتر به نجات دادن روح و روانم فکر میکنم، چون یه وقتی فهمیدم که برای من شخصا چیزی بیشتر از خود من به صورت یک فرد وجود داره. اگه این قضیه حل بشه یه اتفاق بزرگی میفته. الان بیشتر دغدغم این قضیه است. میدونین بعضیا مشکل روانی دارن، از دست دنیا شاکیان یا از وضعیتی که توش هستن، اما اگه یه آدم بیفایده باشین هیچ وقت هیچی نمیشین. بنابراین مجبور میشین تو حلبی آباد تو آشغالا زندگی کنین. اما ما معتقدیم باید به مردم ارزش بدیم، کاری کنیم که بفهمن استثنایی هستن. همه استثنایی و به درد بخور هستن. بیا یه جارو بگیر پسر، یه جارو بگیر دسته. کی ریش و سیبیل منو مرتب میکنی؟ پسر من قیافم شبیه آدمای بی خانمان شده. هر وقت خواستی بگو. صبر کن، بذار واسهتون تمیزش کنم. میتونیم یه نفر رو اینجا بشونیم وقتی مشغول کاری. حالا خیلی تمیزش نکن، چون ممکنه دیگه اینجا راد ندن. میدونی که چی میگم؟ خیلی خوب، ما این کار رو اینجا انجام میدیم. باید انجام بدی وقتی که میتونی. این منطقه همیشه طرد شدگان جامعه را به خودش جلب کرده است. برخی مدت اینجا میمانند و بسیاری هرگز اینجا را ترک نمی کنند. من آلبرت اولسن هستم، اما همه به من میگن بمبم. من یه پانکی هستم که سابقا اهل نیویورک بودم. داستان من متاسفانه از زمانی که بچه بودم شروع میشه. تو مهد کودک معلمم رو با یه صندلی زدم. هر مدرسه میرفتم من از اونجا مینداختم بیرون. از بچگی توهم میزدم. من یکی از اون بیماری های دو قطبی رو دارم، یعنی هم اسکیزوفرنی دارم هم جنون افسردگی. مادرم و خواهرم رو کتک میزدم، اونا بچم رو گرفتن و بعد با از دست دادن بچم و از دست دادن همه چیزهای دیگه من کاملا عقلم از دست دادم. و این اولین باری بود که بی خانمان شدم، چون که به لحاظ منطقی نمیتونستم بفهمم زندگیم داره به چه سمتی میره. نمیتونستم اقدام درستی انجام بدم. در حلبی آباد جمعیت غالب از دهه 80 تا به امروز افراد بیمار ذهنی و بی خانمان ها هستند. ظاهرا بسیاری از اونا درگیر اعتیاد هستند و گاهی شما نمیتونین تشخیص بدین که کدومشون اول شکل گرفته، اعتیاد، بی خانمانی یا بیماری ذهنی. البته این موضوع اصلا مهم نیست. واقعیت اینه که اونا بیماریای ذهنی دارن، بیماریای ذهنی جدی، و متاسفانه مؤسسات درمانگری هم وجود نداره. ریگان زمان خودش تمام بیمارستانه روانی رو بس، اونا هم تمام اون افراد روانی رو ول کردن تو جامعه. بعدش ما باید کجا بریم؟ یا مرتکب خلافی میشدیم و میگرفتنمون و زندانی میشدیم و 3 بار در روز سیگار میکشیدیم و هر وقت اونا میگفتن غذا میخوردیم، یا اینکه باید تو خیابون مینشستیم و بی خانمان میشدیم، که اینجوری لااقل تا یه حدی آزادیامون دست خودمون بود. از خیلی جهات اینجا یه پناهگاهه برای افرادی که از نظر ذهنی بیمارن. ما دیگه تیمارستان نداریم و جز زندانامون پناهگاه دیگه ای هم برای اونا نداریم. زندان برجای دوقلو در لس آنجلس بزرگترین تیمارستان در ایالات متحده است، چون که دیگه افراد روانی رو به عنوان بیمار بستری نمی کنیم، بلکه اونا رو به خاطر رفتاراشون توی خیابونا به چشم مجرم می بینیم. مردم از من میپرسن که چطور میتونی جایی درست کنی فقط برای کسانی که دیوانه هستن. این کار بدنام کردن و بی‌آبرو کردن اونا نیست؟ فمن میگفتم که نه، به نظرم ما درست‌ترین و بهترین مرکز خیریه رو خواهیم داشت. ما بهترین غذا رو خواهیم داشت. ما مثل یه خانواده خواهیم بود. میخوایم اونجا رو تبدیل کنیم به جایی که مردم اونجا رو دوست داشته باشن و بی. متاسفم نمیشه. یه چیزی اون بالا وسط گذاشته. آره. اینجوری شد که این مرکز خیریه رو درست کرد تا این افراد جایی داشته باشن که شبا اونجا بمونن. تقریبا تا سال 2002 100 تا کارمند داشتیم، نصف اونا اعضای خیریه بودن. ما همچنین خوابگاه همیشگی خودمونم اینجا درست کردیم. خودشون تصمیم میگیرن، ما بهشون نمیگیم چی کار باید بکنن. برای کسی که در خیابونا زندگی میکرده و بیماری ذهنی و روانی داره و از مراکز خدمات بهداشت و سلامت محروم شده، این وضعیت خیلی خوبیه که میتونه درباره زندگیش تصمیم بگیره.
اغلب برای اولین بار در طول کل عمرشون که این کارو میکنن. در این خیریه درمان اجباری اعتیاد یا مشاوره اجباری وجود ندارد. این خیریه اعتماد مردم را جلب میکند، اعتمادی که خیلی وقت است توسط دولت آمریکا از بین رفته است. ایده این مؤسسه مردمی فقط این است که بی خانمان ها را از خیابان ها جمع کرده و به آنها انتخاب هایی را پیشنهاد کند. بعضی ها سال هاست که اونجان، به خاطر اینکه خیلی طول میکشه تا بتونین به خودتون بیاین. میدونین این چیزیه که ما بهش نیاز داریم. آمین. حالا شروع میکنیم. تو این خیریه ما مثل یه خانواده هستیم. ما هم غذا میپزیم، غذا میخوریم، بازی میکنیم، آواز دست جمعی میخونیم. من اینجا رو دوست دارم چون اینجا همه جور آدمی وجود داره و شخصا هیچ وقت تو زندگیم تو هیچ جایی نبودم که اینقدر راحت باشم. وقتی تصمیم گرفتم بیام اینجا در سال 2002 افرادی رو دیدم درست مثل خودم. افسردگی یکی از بزرگترین مسائل من بود. من از 7 سالگی آشپزی کردم، عاشق آشپزیم، همیشه یه جوری بالاخره این کارو کردم، همیشه آشپزی کردم، همیشه. من یه بیماری دارم به نام تقسیم فیبر عصبی که در اون تومورایی به وجود میاد که درون و بیرون اطراف سیستم مرکزی اعصاب در بدنم رشد میکنن. علی‌رغم شرایط بد زندگی سعی میکنم قوی باشم، شوخ‌طبع باشم، فقط از زندگیم لذت ببرم. من به خواست خودم 14 سال بی خانمان بودم. دلیلش این نبود که نمیتونستم خونه داشته باشم، دلیلش اینه که نمیخواستم. بعد یکی از اعضای خیریه اومد پیش من و گفت آماده ای دست از زندگی خیابونی برداری؟ منم گفتم آره، من از یه خونه میام، یه خونه خیلی خوب، اما دوست داشتم تو خیابونا زندگی کنم و سرکش باشم و یاد گرفتم. از تجربه های سخت و واقعی زندگی چیزهای زیادی یاد گرفتم، چون همین جوریه واقعا. این مدرسه شما رو نسبت به زندگی و مردم خیلی باهوش و باسواد میکنه. جالبه، میتونم سریع همه چیز زندگی رو بخونم. از یه طرف من یه فرشته هم، از طرف دیگه یه لات بی سر و پا. منظورم اینه که هم خیلی شیرین هم خیلی تلخه. همه همینطوری هست. چه اعتراف بکنن چه اعتراف نکنن، من اعتراف میکنم. الان کجا داریم میریم؟ میریم سمت بچه گربه. من توی خونه کانکسی اینجا تو سان پدرو به دنیا اومدم. پدرم موقع جنگ جهانی دوم سرباز بود. من تو نیو مکزیکو بزرگ شدم، جایی که مادر بزرگم به دنیا اومده بود. من از خاندان منگوما هستم. اونا یه خانواده ثروتمند هستن تو نیو مکزیکو و روی هم رفته 4 سال تو آرکانزاس بودم. 20 سالم تو شهر هل در آریزونا بودم. من از 3 سالگی گربه داشتم. الان بیش از 5 ساله که دارم به اینا غذا میدم. باید ماهی 450 دلار پول واسه غذای گربه ها بدم. نمیتونم غذای ارزون واسه شون تهیه کنم. باید شبی 2، 3 یا 4 دلار برای ظرفای پلاستیکی غذا بدم. آنتیبیوتیک یه ذرهش 8 دلار قیمتشه. چیزی که بیشتر از همه اذیتم میکنه اینه که از وقتی که این حلبی آبادو دیدم تا حالا آب تمیز و تازهی برای گربه ها و پرنده ها وجود نداره. اونا میذارن محلولای شیمیایی و همه جور مواد سمی بره توش. هیچ غذای پاکی برای اونا وجود نداره. باید تا حالا فهمیده باشین که یه دسته از اونا اینجان. این غذای گربه از اون یکی خیلی کامل تره. پیسی پیسی پیس پیس، خیلی خوشگله. این همونیه که اینجا بچه گربه های تایلندی داشت. شبیه یه موش بود که صورتش له شده بود، بردم پیش جفت خودش. بنابراین خوشبختانه الان تعداد خیلی بیشتری داریم. آره، اون بچه گربه ها خیلی خوشگل بودن وقتی به دنیا اومدن. پوست قرمز داشتن. اونا قرمز بودن؟ آره، اونا میتونن بعدا گربه های بنفش به دنیا بیارن. اگه اونا آبی باشن بچه های بنفش میارن. اگه جفتگیری کنن بچه هاشون بنفش میشن؟ نه، اونا باید با گربه جفتگیری کنن که آبی باشه. مثلا یه گربه تایلندی چشمانی. گربه تایلندی بچه های بنفش میاره. هی اقل وایسا، اون یارو روانیه. خیلی وقت داروهای روانگردان مصرف میکنه. نمیدونم هنوزم مصرف میکنه یا نه. وقتی هم که اثرش از بین میره این اطراف میشه و تمام روز منو اذیت میکنه. تو رو اذیت میکنه؟ آره، باهاش درگیر نشو، اون یه روانیه. اون مستعد هر کاری بکنه. اون روانی همیشه شبا اطراف اینجاست. حتی وقتی که تو نیستی نمیخواد هیچ کاری بکنی.
من لیان رو تو خیریه دیدم. یه روز دیدم که یه نفر داشت اونو اذیت میکرد. من اصلا طاقت نیاوردم. دوست ندارم کسی از آدمای پیر سو استفاده کنه. اون داشت اذیتش میکرد. منم مداخله کردم. اون هیچ وقت این لطف منو فراموش نکرد. بعد از اون یه جورایی منو به عنوان برادر خودش قبول کرد. 9 سال از این قضیه میگذره. اما بعد کم کم به عنوان یه آدم ازش خوشم اومد. سعی کردم بفهمم چی تو ذهنش میگذره. بیماری ذهنیش باعث میشه بره دنبال جمع کردن آشغالا. اون انبارای پر از آشغال داره. تقریبا 3 انبار که همگی پر شدن از آشغالایی که هر ماه جمع میکنه. هیچ چیزی جز آشغال جمع نمیکنه. اما اون اینجوریه دیگه. من اونو همون جوری که هست قبولش کردم. ازش دفاع میکنم. میدونی از اول همه چیز اینجوری نبود. اما من واقعا تا سرحد مرگ ازش دفاع میکنم. باور کن من آذرم به خاطر این خانم کوچولو اینجا بمیرم. زندگی خیلی پیچیده است. باور کن خیلی عجیبه. همه اینجا میدونن که اگه اذیتش کنن با من طرفن. اونا اساسا اصلا اذیتش نمی کنن. مردم متنفرن از اینکه این همه آشغالو این برا اون بر بیاره. اما این کاریه که اون دوست داره پسر. برای خود منم خیلی طول کشید تا درک کنم. مردم میگن چرا از خیابون جمعش نمی کنی؟ چرا نمی بریش؟ اون نمیخواد. اون اینو نمیخواد. میبینی مردم نمیفهمن. باید بذاری آدم ها همونی که هستن باشن. وقتی آماده بشه که بیاد تو خونه خب میاد.